سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه به کانال نکست خوش اومدید با جلسه جدیدی از آموزش نروژی خدمتتون هستم توی این جلسه میخوایم قسمت پیتر رو لغاتش رو با هم بخونیم پس با من همراه باشید خیلی خب معنی رتو با هم دیدیم دیدیم چقدر معنی های متفاوتی داشت اینجا از شما فقط معنی مستقیم یا مستقیما رو میخوان اون دوتا معنی که اول خوندیم و حالا معنی های دیگر رو نمیخوان اما حواستون باشه معنی حق و عدالت هم میده حتی معنی وعده غذایی یا ماترت هم اگه دیدین معنی وعده غذایی میده بریم سراغ لغت بعدی اترونستیکه اترونستیکه یعنی ارول حالا باز خود این سوال میشه ارول یعنی چی روند که یک اسمه دقت بکنین اسمیه که جنسیتش خونسا اگر بخوایم معرفش بکنیم میشه روند که اگر بخوایم نکره جمعش بکنیم میشه روند استیکر و اگر بخوایم معرفه جمعش بکنیم دوتا شکل داره روند استیکا یا روند نه معنیش رو اینجا و قیافش رو اینجا میبینید شما زمانی که میشنوید روند استیکه یا ارول منظورشون یک نون کوچیک و معمولا حالا گرد گاهی هم حالا مستطیلیه که همون نون کوچولو باگت کوچولوایی که خودمون داریم که حالا ساده یا با کره با غذا سرو میکنن شما زمانی که رستوران میرید خب یکی از این نونا با غذا میانن معمولا و میتونید حالا یا با کره یا ساده با غذا سروش کنید و حالا من توضیح هم رفتم اینجا اووردم بیشتر از این که حالا بدونیم که چی هن چون که این لغت روندستیکر حالا خیلی سخت بود شاید مثلا بخواستید معنی بکنید یه رول یعنی چی معمولا هم خب شامل ادویجاتی مثل گیشنی زیره یا آجیلن و معمولا دقت بکنید روشون حالا یا داخلشون یه سری مثل کنجد و دونه های کدو و یا خود تخم آفتاب گردون هستش پس به این نون کوچولو میگن روند استیکه این هم از روند استیکه که معنی کرده ارول بریم سراغ لغت بعدی اسپیس اسپیس یعنی تو ایت یعنی خوردن بنابراین خوردن میشه او اسپیس بریم سراغ لغت بعدی استنگه استنگه یعنی کلوز یعنی بستن مثلا زمانی که کرونا شد خیلی از دفاتر بسته شدن این از استنگه استفاده میشه بریم سراغ لغت بعدی سلطن سلطن یعنی گرسنه یعنی هانگری یک صفته بریم سراغ لغت بعدی اوتاکه اتاکه او یعنی تشکر کردن تو تنک این فعل تشکر کردنه ما تاک رو خوندیم توسن تاک رو خوندیم تاک سکال دوها رو خوندیم سن و تشکری که تا اینجا خوندیم و حالا فعل تشکر کردن میشه او تاکه دقت بکنید دو تا کی اومده پس بعد یه خورده خلاصه خونده بشه نه باید خیلی روش تاکید کنید و کشش بدین او تاکه او تاکه یعنی تو تنگ بریم سراغ لغت بعدی تی تی به معنای ده هستش به معنای تن هستش بریم سراغ لغت بعدی ان توشتاگ ان یعنی یک پنج شنبه دقت بکنید آر و اس با هم صدای ش میدن ان ان یعنی پنج شنبه جنسیتش مذکر باسه همین این رو اینجا آورده بریم سراغ لغت بعدی ونستره 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 یعنی چپ من این اسلاید هم تهیه کردم برای ونستره که دقیقا میشه گفت برعکس هیره هستش و همون معنی رو میده فقط به معنی چپ. هم میتونه صفت باشه که دوباره همون شکل باسه همه حالات استفاده میشه. هم میتونه اسم باشه. اگر اسم باشه میتونه حزب چپگرا باشه یا میتونه سمت چپ دست یا پای چپ باشه. و اگر که صفت باشه خب به معنای چپ هستش. ببینید مثلا ونستره استیله یعنی چپچین یعنی زمانی که شما توی مثلا ورد دارین از سمت چپ می نویسین بهش میگن ونستر استیل یا کون شیت بود مهوی او ونسترا یعنی این که شیت همون شوت کردنه همون شوت انگلیسیه دقت بکنید اسکی وای صدای شی میده میگه کون شیت یعنی میتونه شوت بکنه بوده یعنی با هر دو مه او ونسرا با هم پای راست ببینید معنی راست نمیده چون اسم معنای پای راست اینجا میبینید و هم با پای چپ یعنی یه معنای پای راست پای چپ و یا یه معنای سمت راست سمت چپ رو میتونیم از هویره و ونسه در حالت اسمی توقع داشته باشیم یا مثلا اینو با هم دیدیم توی هویره هون سات تیل ونستر فور ورتن ورتن یعنی صاحب خونه یعنی میزبان میگه اون سمت چپ صاحب خونه نشسته بود دقت بکنه تیل ونستر فور خیلی مهمه یا تیل هیر فور یعنی سمت چپ یه چیزی اگه هیره بود میشه سمت راست یه چیزی اگه ونستر بود میشه سمت چپ یه چیزی یه اصطلاحی که خوب یاد بگیرین که بخواین مثلا یه چیزی بگین سمت چپ یه چیزی هست از تیل ونستر فور استفاده کنید. یا اینم که یه حزب سیاسیه که افرادگرای چپیه بهش میگن ونسر رادیکالر ما تو انگلیسی هم رادیکال داریم کسایی که خیلی افرادگرا باشن خیلی شبیه اونه و ونسر رادیکالر میشه افرادگرای چپی که حالا یه حزب من زیاد اطلاع ندارم بریم سراغ زمانی که به معنای صفت ونسر فوت هون ویه یعنی حالا میتونیم بگیم ونسر فوت یعنی پای چپ بگیم ونسر هون یعنی دست چپ بگیم ونسر اویه یعنی چشم چپ یا هوس لیگر پو ونسر سیده آو آوین یعنی خانه در سمت چپ جاده است باز من گفتم یه اصطلاح دیگه که خوبه با هیره و ونسر را یاد بگیرین پو ونسر سیده آو هستش یعنی در سمت چپ پس یکی تیل ونسر فور یعنی سمت چپ پو ونسر سید آو یعنی در سمت چپ و بریم سراغ مثال بعدی هاوند ایونس رسیده یعنی درد در سمت چپ داشتن خیلی خوب بریم سراغ لغت آخر است است یعنی همون ایست یعنی همون شرق من خیلی سریع سعی سر کردم این اسلاید تهیه بکنم که بتونید جهت ها رو نگاه بکنید ببینید نور این ده خونده نمیشه و این اوه نور یعنی شمال سر یعنی جنوب است یعنی همون شرق و وست یعنی غرب است و وست خیلی شبیه ایست و وست انگلیسیه نور هم خب خیلی شبیه نورت و سور هم خیلی شبیه ساوته و به معنای شمال جنوب شرق و غرب هستش یه چیزی که بعد دقت بکنین اینها علاوه بر اینکه اسم هستن میتونن قید هم باشن مثلا نور فور اوشلو یعنی شمال اسلو یا سور فور برگن یعنی جنوب برگن و دقت بکنین که یه نوع گفتن شمالی یه چیز و جنوب یه چیز استفاده از این فور بین این هاست که ما تو ویدیو فور صحبت کردیم راجبش و اگه فراموش کردیم میتونین ویدیو فور رو ببینین توی نکات کاربردی و یه نوع گفتن شماله مثلا حالا اسلو یا جنوب مثلا برگن اینجوریه یه نکته دیگه هم که باید دقت بکنین اسلو رو میگن اوشلو و اسلو نمیگن و در حقیقت میگن اوشلو برگن هم که حالا خیلی ها میگن برگنه چون که بعد از گفتم هر موقع بعد از ای آر بیاد صدای ا سعی میکنیم به ای بدیم برگن اوشلو برگن پس اگه خواستین دوتا شهر رو تلفظ بکنین به اسلو میگیم اوشلو به برگن میگیم برگن و دقت بکنین حروفشون باید بزرگ باشون اسم خاصن و زمانی که میخوایم شمالی یا جنوب رو بگیم در حقیقت از فور استفاده میکنیم میگیم نور فور اوشلو و سر فور برگن و حالا یه لغت دیگه هم که من اینجا آوردم نورسیده بوده خیلی سریع فقط میخواستم بهتون نشون بدم که زل شمالی هم مثلا اینجوری گفته میشه خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین امیدوارم که استفاده کرده باشین و لذت برده باشین و روز خوبی داشته باشین تا جلسه بعد خدا نگهدار